Behat Markus Kastari Shuhudi Ferishte Mang Be Mashino, Mishino Sant, Vabe Faransi Darepti Doim Mat Nivishte Shudas, Bas Boshuku Vabo Azimatas Kefakat Tavanoye Shinokh de Har Kalame Vajumli, Darim Mode Vamarov Mavored, Asari Shuhud Kidaroveti Mustahim, Bokhususiate Zendigi Har Fardas Boshuku Azimate In Shinokh Barobaridorat. Das Ketobi as همری کربن خوانده بودم که پروردگار میگوید تا حال مرا از طریق خودت شناختی، حال خودت را با شناخت من بشناس و تجربه نفسانی من و ابعادش که مرتبه به مرتبه ظهور می کنند شناختی است که پروردگار به من می دهد. علم پروردگار است که مرا خط تیره تو راست، تو به عنوان کیهانی شدن نفس خط تیره روح من. کیهانی شدن را حس کرده بودم در تنم و با کلمه کیهانی بیانش می کنم، چون در خانش پروازی از متنی در مورد کیمیاگری و به پارسی دیشب این ورش از کارکرد کیمیاگری در فرد را با این کلمه بیان شده است. آنچه در فایل نوت 126 ژورنالم نوشتم لحظاتی پیش با خانش متن در مورد ویگشنان که در بالا بخشی از آن را در مورد دوبل بودن من و او آوردم را در زیر می آورم. این سوال را در آن تک مطرح کردم و درست است. همان سلاسه است که کربن ترجمه کرده. همان حس نفس روح است. آیا در رابطه نیستن این سوال ها با سپاس زرتشت، پندار، گفتار، کردار و به زبان نسبت داده شدن این سوالات در مورد رساله ویگنشتن؟ زبان به عنوان موجود، دو نقطه. سه سوال عمده رساله، دو نقطه. در رساله با سه سوال عمده مواجه هستیم. بین زبان و جهان چه نسبتی برقرار است؟ دو، زبان و اندیشه چه نسبتی با هم دارند؟ سه، چه کارهایی از زبان برمی آید و چه کارهایی بر نمی آید؟ در متن گوگل این پاسخ ها هستم. دو نقطه. پاسخ سوال اول نظریه تصویری زبان است، به این معنا که زبان جهان را با تصویرگری به معنای حقیقی و نه مجازی باز می نماید. گزاره ها تصاویر امور واقع هستند. پاسخ سوال دوم این است که گزاره ها عین فکرند، وسیله انتقال اندیشه و چیزهایی که با آنها می اندیشیم. ویگنشتاین در ذیل قضیه اصلی چهار می گوید اندیشه گزاره معنادار است. البته در ذیل گزاره شماره 4002 میگوید زبان لباس اندیشه است. آن هم به گونه‌ای که نمیتوان از ظاهر این لباس به شکل اندیشه لباس برتن کرده رسید. چه شکل بیرونی لباس اساساً برای غایتی بجز باز شناخت شکل بدن فراهم آمده است. گیومه بسته. در آخرین خطوط در متن بالا آیا چیزی جز تجربه نفسانی من نوشته شده است که ادامه‌اش این متن حاضر است که دیگه کیمیاگری که در من به وقوع پیوسته است هدایتم کرده است برای باز کردن کلمه خط تیره مهر ممنوعیت حکم خط تیره علمی در خاک فرانسه که بر متن تحقیقی که دکترای من است زده شده است. پس در غرب عالم نفس را حذف کردند ولی برای افراد معمولی و آن را حذف نکردند برای اینکه ویگنشتین شهرت یابد که استادش که راسل باشد او را نشانه ای از نبوغ آفرینش نبوغ خداوند نامیده است و دکترای شهره بزرگی را ممنوع کردند که تحت شرایطی که جز نماد شقاوت بی‌نهایت مسئولی در حوزه علمی فرانسه نیست در من نوشته شده است تا بتوانند در صورت جلسه اهانت به ایران و ایرانی بنویسند. استادی که نامش را روی کار تحقیق من نهاد. علامت سوال. علامت تعجب. ساعت 23:38 دقیقه همین روز. درود به فردی که این نوشته را نوشته است در مورد این فیلسوف. و پروردگار را سپاس دارم که از طریق فرشته‌اش مرا به ادامه زندگیم فرا خواند با تجربه نفسانیم در 13 نوامبر 2018 و مرا به نوشتن واداشت برای این من و چنان مرا ندا داد که انتشار در خاک فرانسه را به کنار بگذارم در این مورد این متن. نیچه نوشته است در این طور گفت زرتشت که زندگی خطرناک است. به زبان فرانسه کتاب را داشتم و خواند و باز خوانش می کردم.
31 ژانویه 2020. نوت 169 کتاب یونگ، ماهیت روان و انرژی آن. سوره 3 آیه 9 در زکریای نبی در انجیل نیز به همین مطلب ربط دارد که میگوید در روی یک سنگ 7 چشم است و پیشانی من چشم شده بود و سنگ قبرم در دانشگاه پاریس هشمنسن که باز کرد فضایی را بالاتر از سقف سالونی که دکترا را در آن دفاع کرده بودم و پشت یک میز مستطیل بزرگ جوری نشسته بود، لباس سیاه به تن و از پشت می دیدم جوری را. پس از خشک شدن دریا ماده بر جا می ماند که ماندن چشم ماهی برق می زند که کنایه از روشنی است، از طلا و آفتاب، چشم خداوند. صفحه 137 همون کتاب. ساعت 14:10 همین روز با خواندن آنچه در ساعت اول این روز دیشب نوشتم و پیشانی من چرب شده بود و سنگ قبرم در دانشگاه پاریس هشمنسن که باز کرد فضایی را بالاتر از سقف سالونی 3 نقطه، میفهمم این بار که سطحی که می دیدم به کنار می رود و فضای بسته را باز می کند، فضایی که از بالا از ناحیه گردنم می دیدم و سر و گردن نداشتم، دو باز شدن دارد. از بالا هر دو بار به وقوع پیوستند. عبور بین مراتب وجود، مراتب عالم کبیر، خط تیره مراتب عالم صغیر تا و تن کیهانی خودم را در ژانویه 2020 حس کنم به طور غریب، به طور شکوه، به طور تقدیر. تن خط تیره عوالم پروردگار، تن خط تیره عوالم شهره بزرگی فردیتش. با خوانش قسمت آخر دو خط بالا تا خط تیره وطن کیهانی، وطن با ته دو نقطه، وطن کیهانی خودم را در ژانویه 2020 حس کنم 3 نقطه، نشانه ها را دریابید. پیام یکی از پست فیسبوک من بود که در بالا نوشتم. با خودم گفتم و در لیست خریدهایم نوشته بودم که از کتاب فروشم یک انجیل بخرم. 5 روز شاید بیشتر است. دیشب با خواندن نوت‌های آخر کتاب یونگ، همین کتاب که نامش تکرار شده است و 3 صبح گذشته بود، خواندن را متوقف کردم برای خوابیدن. جمله انجیل را در بالا آوردم در مورد سنگ چشم. نزدیکترین نشانه همین نشانه است که اسکن کرده بودم و نوشته شده است در همین متن. 2 چیز. در همین لحظه سنگ مرا به طرف اجسام معدنی برد و نجوم که در متن‌های فارسی که در این متن از آنها خطوطی آوردم نوشته شده است و در کتاب یون دیشب با برگشت به خطوطی در متن کتاب که در مورد نوت انجیل در آخر کتاب بود بازگشتم و خواندم و نوت‌هایی برداشتم که نجوم خط تیره کیمیاگری، دو عمل خط تیره علمی هستند که به ناخودآگاه دسترسی دارند. گیومه باز، جرقه ها مسل افلاطونی 3 نقطه، از سوی روح الوهین یا روح خداوند می آیند. اکسیر نفس ماده سریست. صفحه 132 آن کتاب. افلاطون از زرتشت برگرفته است مسل را که سهروردی شیخ بزرگ شناخت علم عالم مثال را بنیان نهاد. در کتاب های هنری کورمن خواندم و در کتاب هاشم رازی شرح بس دارد در مورد عالم مثال در رابطه با فلسفه ایران، حکمت خسروانی نام کتاب رزی. میبینیم که در کتاب مقدس مسیحیت نشانه های حضوری در تن من که توانستم بشناسم نوشته شدم. با خودم گفتم همان دیشب که بایستی انجیل را بخرم اگر کتاب فروشم آن را ندارد، نزد دیگر کتاب فروش ها. فیلسوف یونانی کوستاس اکسلوس که از نوع اهریمن بود، در رفتاری که با من داشت و بیش از 70 سال داشت در 2001 و در داستان زندگی نمونه دومم نوشتم، در کتابی نوشته است بیشتر محتوای کتاب مقدس مسیحیت از آیین زرتشت برگرفته شده است. در مورد زرتشت نوشته بود در آن زمان افرادی در نقاطی در دنیا بر علیه ستم برپا خواستند و یکی از آنها زرتشت بود. دیشب به یاد آوردم که در متن‌های فارسی که در گوگل یافتم در مورد کیمیاگری نوشته شده است که آنچه در آسمان است از اجسام به روی زمین آمده است.
درست است که از عالم مثال بیان دارد، منتها توجه بایستی داشت به نشانه ها، چون بدون نشانه ها و تصاویری که در محیط روزمره وجود دارد و در حالت خلسه و در خواب خواندن کتب ره گشا نمی شود آنطور که بایستی. و حتی عالی ترین مذاهب بر نجوم تکیه دارند، زیرا که اختر یا نجم می خواهد که آدمی را به سوی دانش اعلی رهبری کند و تا در نور طبیعت شگفت زده شود و تا کار شگفت انگیز خداوند در جلال و شکوه آن بر وی آشکار گردد. در حقیقت آدمی خود نیز صد ستاره یا نجمی است، دو خط، نه به خیشتن خیش بلکه جاودانه با تمام حواریون و قدیسان که یکایکشان از انجمند، آسمان نیز خود انجمی است. و از همین روز که کتاب مقدس می‌فرماید شما نور جهانید، حال همان گونه که کل نور طبیعی در وجود یک ستاره قرار دارد، آدمی نیز به همان سان نور را برمی‌گیرد که غذا را از زمینی که در آن زاده شده است، به همان نحو نیز می‌باید که در ستاره تولد یابد. صفحه 134 کتاب یوم نام برده شده در بالا. لحظاتی پیش با خودم گفتم با صدای بلند، انسان نمیخواهد انسان دیگری باشد، فقط پروردگار میگوید باش. لحظه بعد یاد جمله پروردگار افتادم که اول بار از دهان برادرم شنیدم تا 1996 در باغ او در گل مکان، خدا میگه باش. در کتاب های کلمن دانستم کن است به معنی باش، فعل اول، از مبدأ و صادر اول، عقول دهگانه. این بار و لحظاتی بعد در هنگام نماز برای مغرب عشا بعد به یاد این نکته افتادم که برادر من را خدا خواسته بود که باشد. طبق آنچه خانومی که پدرم همسر اولش بود به من گفته بود که پدرم هزینه سخت جنین را به خانومش پرداخت کرده بود و این خانوم به جای سخت به آرایشگاه رفت و از قرار آرایشگاه موهای بسیار بلندش را کوتاه کرده بود و غیره که جنجالی پدرم برپا کرده بود و تا آنجایی که یادم است انگشتری هم برای خودش خریده بود با آن مبلغ. پسر بچه های قد به قد، پا برهنه و دمپایی به پا، دست در گردن هم دارند و همگی خندان. در روی عکس نوشته شده بود ما این که بی قماش و بی سیم خوشیم، در رنج مرفهی مدبیم خوشیم، از مولانا. پست یکی از دوستانم در فیسبوک چند ماه پیش و سیف شد در حافظه کامپیوترم. دوم فوریه 2020. دیروز کتاب کوچک دیگری به نام نیایش که جمع‌آوری متن‌های نوشته شده و بیان شده از گاندیس را از کتاب فروشم خریدم. دفعه پیش یک هفته قبل با دیدن هر بار کتاب گاندی که خدا نام دارد آن را خریده بودم و بخش آخر آن را برای برادرم فتوکپی ارسال کرده بودم. کتاب فروشم این دیگر کتاب که نمایان بود در کنار آن دیگری روی میز کوچکی که در ادامه میز کار این آغاز گفت این کتاب خوبی است. بار آخر خریدم تمام شده بود و این کتاب را برداشتم برای ورق زدن و خواندمش، ولی بدون ورق زدن درخواست خریدش را دادم. صفحه 258 نوشته شده در موردی که یکیست با خواب نماز خواندن من که در این متن نوشتم. تولاسیداس سرود ستایش رامانا را از آن رو سر نداد که متظاهران و ریاکاران که نام خدا را بر زبان دارند و خنجری در زیر دست از او تقلید کنند و بهره بگیرند. صفحات 400-420. فکر میکنم روانشناسی و کیمیاگری باشد کتاب این، چون نام کتاب نوشته نشده بوده است در متن حاضر، حال که متن را برای بار آخر تصحیح میکنم و میخوانمش. سیر من با تجربه نفسانی هم از 13 نوامبر 2018 را بیان میدارد. خواب هدیه طلا گرفتن از مرده. این تصویر خدا در زر است، احتمالاً روح زر است که وقتی آن را در سیماب معمولی بدمد زر می شود. از کتاب یونگ. چنانچه گفته شد دسترسی به اسرار جز با الهام الهی یا توصیه های یک استاد هرگز میسر نیست
و جز با لطف و یاری خداوند کار به جا و انجام نمی رسد. در رویای آریس لئوس، این استاد اسطوره‌ای فیثاغورس ربانی است که جای خدا را می گیرد و زندگی دوباره می بخشد. این دخالت در کار خداوند مطمئناً چنین دخالتی وجود دارد، در رویای اتفاق می افتد که در آن آریس لئوس استاد را می بیند و از او کمک می خواهد. در عشای ربانی و شبیه امدادخواهی در مراسم بزرگداشت شهدا با جمله معروف زندگانی را به یاد آورد و مقدم بر استحاله جوهری اشیای ربانی است. استغاثه برای رستاخیز روح نشانه امید به رستگاری و سلامت آنان است و انسان قدیسان را یاد می کند تا خداوند با توجه به شایستگی های آنها و شفاعتشان رحمت آورد که در تمامی امور ما مجهز به حمایت تو باشیم. تمام آنچه خواندم از کتاب یونگ است. ولادت ثانوی من به حد به واسطه حضرت مسیح به وقوع پیوسته، چون در روی خاک مسیح بودن در فرانسه لحظه پیش آمد. در تن مسیح بودم. تن مسیح خط تیره خاک فرانسه است. از جمله یادم آمد امروز با خواندن خطوطی از این کتاب روانشناسی و کیمیاگری که دیروز خریدمش و کتاب فروشم از تهران برایم آن را یافته بود که در ژورنالی که طی 11 سال بر روی کاغذ نوشتم از سال 1999 برای پدرم نوشتم بابا بین من و تو، از بین من و تو کدامیمون قوی تریم؟ آیا به پدر من اجازه داده می شود که در قبر من باشد، در خاک دانشگاه پاریس هشمان سن؟ چون در مورد صحنه که در پیشانی دیدم که با پیشانی دیدم در 13 نوامبر 2018 نوشتم بابا از قبرم به عالم خودش در آسمان رفت.